اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که هیئت از این اتاق در 12 نشست تجارتی چین اشتراک کرده است. یک عضو هیئت مدیره این اتاق می افزاید که بیش از 20 کشور در این نشست درباره فرصت‌های تجارتی، اقتصادی و ترانزیتی گفتگو خواهند کرد. افغانستان امو فرصت هایی که از لحاظ معدن و از لحاظ سرمایه گذاری، انرژی و زراعت موجود است در سه بخش و امکانات ترانزیتی که در این منطقه موجود است که کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی وصل میکنند و رای ابریشم که از رای چین میرن از شمال از پامیر به خلیج و به میجایا پزن حتی به ترکیه این امیر مکمل معلومات توسط هیئت راخت شد. در این نشست درباره فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان در بخش‌های گوناگون نیز بحث می‌شود. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باور هستند که در شرایط کنونی سرمایه گذاری در کشور در ایجاد شغل برای شهروندان کشور سودمند واقع خواهد شد. در بحرانی که فعلا ما قرار داریم متاسفانه که به 20% افغانای ما برشان زمینه شغل و کار میسر است، تقریبا 80% افغانای ما بیکار و بیروزگار هستند. به خاطر نجات این بحران بسیار فوکس ما بالای صنعت ما باشه و همچنان بالای زراعت ما باشه. از سوی هم اتاق صنایع و معادن افغانستان می افزاید که چین از شرکای مهم تجاری افغانستان است و فراهمسازی سهولت‌های بیشتر در تجارت میان دو کشور در افزایش داد و ستد نقش بنیادی نیز دارد. در صورتی که سهولت‌ها فراهم شود بین دو کشور ما بتونیم از ظرفیت‌های چین در سرمایه گذاری و افغانستان استفاده بکنیم و همچنان منرال هایی که چین نیاز داره بتونیم صادرات خود افزایش بدیم، هم به نفع افغانستان هست هم به نفع شرکت های چینی خواهد بود. پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته بود که چین و افغانستان از بهر افزایش داد و ستد علاقمند هستند تا از طریق دهلیز واخان وصل شوند.